اعدام کسی که به او لقب سلطان سکه داده بودند، چقدر اقدامات او واقعا خلاف قانون بوده و برخورد با عده قابل توجهی از فعالان در خوزستان بعد از حمله به رژه در اهواز، کدام دادگاه و چگونه این افراد را محاکمه کرده است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. در روزهایی که بازار سکه و ارز در ایران نارام بود و قیمت‌ها ساعتی بالا می‌رفت، مقام‌ها در جمهوری اسلامی برای کسانی که اسمشان را اخلالگران اقتصادی می‌گذاشتند، خط و نشان می‌کشیدند. اشخاص و گروه‌های بی‌نام‌ونشان که متهم بودند با اقداماتشان وضعیت اقتصادی مملکت را به نقطه‌ای غیر قابل کنترل رساندند. دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با دستور شخص آقای خامنه‌ای تشکیل شد برای رسیدگی به همین اتهامات. حالا وحید مظلومین، مردی که اسمش را سلطان سکه گذاشتند، به همراه محمد اسماعیل قاسمی که همدستش خوانده شده، بر اساس حکم این دادگاه اعدام شدند. اعدام آنها واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته. عفو بین‌الملل آن را محکوم کرده. بعضی روزنامه‌ها در داخل نوشتند که اعدام مشکلی را حل نمی‌کند و در فضای مجازی بسیاری اعدام را سرپوشی بر مشکلی بزرگتر خواندند. عده‌ای حتی در اینکه اعدام شده باشند تشکیک کردند. اما سوالات دیگری هم مطرح است. ما در این برنامه سعی می‌کنیم به آن سوال‌ها پاسخ دهیم، از جمله اینکه آیا آنچه وحید مظلومین و دیگرانی مثل او کردند بر اساس قوانین ایران جرم بوده؟ برای بحث محمد جواد شعله‌سعدی، کارشناس حقوق تجارت بین‌الملل از پاریس با ماست و اینجا در استودیو شادی امین از مدیران سازمان عدالت برای ایران و فرهاد گوهردانی، پژوهشگر در امور توسعه اقتصادی. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. آقای گوهردانی، شما زیر بم اقتصاد ایران رو می‌شناسید. اون چه که آقای مظلومین بابتش محکوم و به اعدام رسید، فکر میکنید که در قوانین ایران جرم بود اساساً؟ این مسئله، این که یه پدیده، یه فعالیت اقتصادی جرم هست یا نه، تو ایران مرز بین جرم و غیر جرم خیلی نامشخصه و هر کسی میتونه پرونده داشته باشه در ایران افتار فعالیت اقتصادی میکنیم. مگه تا وقتی که با کل سیستم مشکل پیدا بکنیم پرونده شما میتونه فعال بشه. بنابراین بحث اصلی اینجا در اصل ابهامیه که در مرز بین فعالیت‌های قانونی و غیر قانونی وجود داره. این آقا سه بار قبلا بازداشت شده، یه بار سال 71، یه بار سال 92، یه بار سال 95، بارهای متعدد و بارهای پیش یک بارش دست کم گفته میشه که با وساطت آقای بهمنی، رئیس سابق بانک مرکزی، او رها شده و حکم دادگاه همین بوده که او هیچ خطایی مرتکب نشده. این بار فرقش با دفعات پیش چه بود؟ و این دفعه به خاطر همزمان شده ما مسئله تحریم‌های اقتصادی که غرب انجام داد و امریکا به طور خاص انجام داد و فشار اقتصادی که رو مردم انجام گرفت و در اصل خود بانک مرکزی از اینکه چجوری بازار در اصل دستکاری میشد از طریق مثلا بازارهای آتی در بازار سکه، خودش در یه مقطعی از این غافل بود، یعنی آشنا نبود که چجوری علارغم اینکه ارز داره بازار تزریق میشه یا سکه تزریق، همچنان قیمت‌ها به طور التهابی بالا میرن. تا بعد از این آزمایش خطاهایی که صورت گرفت به اینجا رسیدن که یه عده‌ای به طور خاص دارن دستکاری میکنن و حتی اسم خود این آقای رو که دو نفری که اعدام شدن رو خود بانک مرکزی اخیراً داده به نظام قضایی ایران. بله. بنابراین این همکاری بین اینها یه تاریخ بلندی داشته که بعداً از کنترل خارج شده. ولی آقای شعله‌سعدی، میخوام شما رو وارد این بحث بکنم. این که اینها میگن دو تن سکه دست این آقا بوده که اسمش هم گذاشتن سلطان سکه، گفته میشه در مقطعی میشده 40% بازار. آیا این کافی هست برای این که در بازار تاثیرگذاری بشه و آیا واقعا این اعداد و ارقام به نظر شما درست میاد؟ ما راهی نداریم که این ارقام رو در واقع بخوایم
راستی آزمایی بکنیم، ولی به هر حال ارقامی هستش که قوه قضاییه ایران صادر کرده و متهمینم اینا رو تکذیب نکردم. در نتیجه میشه نتیجه گرفت که خب این ارقام درست هست و میتونه صحت داشته باشه، ولی به صرف این خرید فروش حتی طبق قوانین ایران این هم جرم نیست. یعنی جرم اینها در واقع این خرید و فروش یا حتی نگه داشتن سکه به نظر من نمیتونه باشه، برای که سکه و طلا در واقع حکم پول رو دارن و کالای مصرفی نیستن که حتی احتکار اونها بتونه منجر به صدور همچین جرمی بشه. در واقع چیزی که بیشتر سیستم قضایی ایران و حکومت ایران رو برانگیخت که با این افراد برخورد بکنن آشفتگی بازار ایران هستش، و این آشفتگی بازار یک بخشیش مسلماً به خاطر افرادی هست که این قدرت رو دارن که در بازار تاثیرگذار باشن و بتونن بازار رو بالا پایین کنن به قول در واقع بازاری ها. ولی خب آیه شورای سعدی، بیشتر از اینها دولت سکه در اختیار داشته، چرا دولت نمیتونه چنین تأثیری بذاره، تأثیری که خودش دلش میخواد بگذاره؟ مسلماً خب آکتور اصلی اقتصاد ایران دولت هست و دولت در واقع در تمام مسائل اقتصادی ایران میتونه نقش داشته باشه و نقش مستقیم هم داره همیشه. و ما درست بازار آزاد رو داریم که کار خودش رو انجام میده، ولی حتی اون بازار آزاد هم مستقلا کار نمیکنه، دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم اون بازار رو هم هدایت میکنه. تو همین کیس آقای مظلومین در دفعه قبلی که ایشون زندان بودن به خاطر مسائل ارزی بود، بعدا مشخص شد که خب به گفته آقای بهمنی و بانک مرکزی ایران و حکمی که خود آقای مظلومی از قوه قضاییه در واقع دریافت کرد، بانک مرکزی به ایشون و چند نفر دیگه مبالغ بسیار زیادی ارز رو به صورت نقد میدادن که اینها برن در بازار تقسیم بکنن و پخش بکنن. و به هر حال این همون در واقع دخالت غیر مستقیم دولت تو همون بازار آزادیه که قاعدتا باید کاملا مستقل از رفتار دولتی باشه، ولی خب ما میبینیم در ایران این اتفاق نمیفته و دولت همیشه دخالت میکنه حتی در بازار آزاد. بله خانم امین، بحث این هستش که بسیاری به این اعدام انتقاد داشتن و بسیاری اعتراض کردن، از جمله سازمان عفو بین‌الملل. با چه در واقع استدلالی عفو بین‌الملل محکوم میکنه اعدام ها رو؟ میدونیم که به هر حال مخالف اعدام هست، اما در این مورد به طور ویژه این رو محکوم کرد. ببینید بیانیه که امروز عفو بین‌الملل داده قطعا توی چارچوب استانداردهای بین‌المللی رو بررسی کرده و اونجا میگه که حتی در کشورهایی که اعدام درشون پذیرفته شده است و هنوز قانون اعدام لغو نشده، اعدام برای شدیدترین جرم هاست مثل قتل عمد. اما در ایران ما میبینیم قوانین در واقع مجازات اسلامی که سال 92 عوض شد توضیح روی افساد فل ارز میذاره که شامل در واقع جرائم اقتصادی هم میشه. حالا بگذاریم که این افساد فل ارز رو انقدر بس دادن که شامل فعالین محیط زیست هم کردنش، فردا شامل دیگران هم میکنن. اما اتفاقی که اینجا میفته به نظر من از موضوع قانونی و از موضوع حقوق بشری این هستش که یک مجلس دور زده میشه، یعنی رهبری آقای لاریجانی یعنی علی خامنه‌ای میادش و حکمی میده و دادگاه‌های جدیدی ویژه‌ای رو صادر. برای هر گونه تغییری در شکل اجرای قانون میبایستی مجلس دست به کار میشد. ما این مجلس اینجا هیچ نقشی نداره، با یک دونه حکم این اتفاق میفته و در حدود 3 ماه گذشته این دادگاه شروع به کار میکنه. مشکلی که این دادگاه دارن و جدی هستش اینه که حق تجدید نظر رو بجز موارد اعدام از متهم میگیرن. در مورد این در واقع متهمینی که محکوم به اعدام شدن در رابطه با جرم اقتصادیشون، وکیلشون یه نفر بوده، نشون میده که وکلایی هستن که مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستن. دقیقاً خیلی سرعت قضیه و تمام اینها در واقع نقض حقوق متهم هست، نقض قوانین میثاق قانون میثاق مدنی سیاسی بند 6ش رد میکنه اعدام رو در این موارد و جمهوری اسلامی امضا کننده این میثاق هست. در واقع نقض چندین حوزه حقوق بشری و قوانینی که میبایست خود ایران بهش احترام بذاره قرار گرفته. یک نکته رو من میخوام بگم، هی گفته میشه سلطان سکه، واقعیت اینه که همونطور که اشاره شد از طرف دوستان دیگه، بانک مرکزی با اینا رابطه داشته، آدمهای خودش بودن. به نظر میاد که ما در واقع توی این بحران اقتصادی بعد از اعتراضات دیما و حالا مسئله بحران تحریم ها هم میاد وسط،
به نظر میاد که جمهوری اسلامی درش میخواد کسایی رو به عنوان شیطانهایی که عامل این وضعیت اقتصادی هستن از خودش قربانی بکنه تا بتونه خودش رو حفظ بکنه، چون ما سلطانهای دیگه هم داشتیم، سلطان شکر رو داشتیم، آقای مکارم شیرازی و دامادش سالهاست به عنوان سلطان شکر مطرحن، کوچکترین دادگاهی برای اینا تشکیل نشده، کارخونه قند کرج، کامیاب و ورامین از کار افتادن، بسیار و حدود فهم میکنم 40% تولید داخلی شکر از بین رفته به خاطر دقیقا کاری که اینها توی واردات دقیقا در واقع سلطانهای گوناگونی در ایران مشغول کار هستن که متاسفانه شفافیتی در رابطه با محاکمه اینها وجود نداره. از طرف دیگه آقای گوهردانی بحثی که بسیاری مطرح میکنن این هستش که در همین بازار متلاطم بسیاری به خاک سیاه نشستن، مردم افراد زیادی متضرر شدن، به هر حال باید با کسانی برخورد بشه و بازار باید کنترل بشه، این نگاهی هست که خیلی ها به این قضیه دارن، ولی پیش از این هم برخورد قهری دیدیم، این اولین اعدامی بابت مسائل اقتصادی نبوده، آیا تاثیرگذار هست؟ آیا حتی مقطعی آیا اینو میتونه بازار رو کنترل بکنه؟ به صورت مسکن خب یه ترس و ارعاب ایجاد میکنه در فعالین اقتصادی که یه سری فعالیت هایی که بالاخره حساس هست رو در کوتاه مدت بهش اقدام نکنن، ولی همچنان که در حوزه مواد مخدر اثبات شده شما به صورت خیلی در صورت اسکیل خیلی بالا هم اعدام بکنی اثر چندانی در بلند مدت نداره، چون جذابیت این فعالیت‌ها و سود کلانی که میاره در حد میلیاردی و ایشون مثلا میگن که 700 میلیارد در مصاحبهشون گفته که پولی نیست، مثلا شما خودش گفته بله، بنابراین در یک اسکیلای نجومی فوق نجومی کار میکنن، بنابراین در بلند مدت این سیگنال خوبی نیست و برمیگرده به مسائل اصلی جامعه ایران که تو همون دادخواستی که دادگاه علیه ایشون صادر کرد هست که مسئله پوشجویی هست، مسئله قاچاق هست، مسئله رانت اطلاعاتی هست که بخاطر همین ارتباطات هست، بخاطر عدم شفافیت فضا اقتصادی جامعه ایران هست که عدم شفافیت برمیگرده به تحریم ها که خود این یعنی این مصداقی هست از پوشجویی، چون به هر حال این بحثی که الان اینجا هست که آیا ایشون اقدام مجرمانه کردند یا نه، بحث اساسی ایشون نه مرز بین یک شخصیت حقیقی و یک شخص حقوقی بودن، شخص حقوقی نبودن با اینکه به صورت شبکه کار میکردن، چون ایشون وارد بازار آتی میشدن، این با سکه ها رو از بانک مرکزی میخریدن، بعد بین خودشون در اصل یک معاملات سوری صورت میگرد که قیمت ها رو بالا میبردن، یعنی معامله بین دو نفری که توی یه شبکه هستن و بعد این سیگنال به بازار میداد که بله قیمت ها در آینده هم افزایش پیدا خواهد کرد و وقتی قیمت ها افزایش پیدا میکرد اینا دوباره وارد بازار میکردن و میفروختن، پس در یک روز با همون فرمولی که هر تاجری هست که من ارزان بخرم و گران بفروشم، ولی نکته ای که اینا داشتن این که شخصیت حقیقی نبودن، چون نمیخواستن مالیات بدن، نمیخواست ردپا داشته باشن، یعنی به صورت یک این چیزی که دادگاه گفته ها من نمیدونم در درسته این خیلی من این ورانور خیلی خیلی راجبش نوشتن، چون به هر حال بازار شلوغی هست، اون بازاری که اینها درش فعال بودن و اینها هم آدم سرشناسی بودن، امروز مثلا در توییتر خوندم کسی نوشته بود که اگر قیمت در بازار بالا و پایین میشد مثلا میپرسن، چون ایشون معروف بود به ملا خریده یا ملا داره میفروشه، یعنی این مشخص بود که تاثیرگذار هست در بازار. اما سوال من باز من برمیگردم به اون سوال، اگر دولت قصدش این بود که بازار رو کنترل بکنه و نذاره قیمت ها بالا بره، کما اینکه آقای روحانی الان ماه هاست که گفته بود که میخواد این قیمت ها رو کنترل کنه، تلاشش این است که قیمت ها رو کنترل بکنه، قبل از عید قول داد به مردم که 4200 تومان حتی پایین تر باید بیاد، اگر که اینها آدم هاشون بودن و میتونستن اینها رو کنترل بکنن چرا نتونستن از طریق اینها قیمت ها رو به واقع اینها آدم هاشون نبودن، چون از یه دوره به بعد خارج در تقابل با هم دیگر در مسئله زنجانی هم همینجوری بود، یعنی اینها از رانت اطلاعاتی و ارتباطاتی که داشتن و از شگرد ها، چون یه مفهومی که در این دادخواست هم وجود داشت مسئله شگرد ها و ترفند ها بود که اینها کلا به زیر بم بازار آشنا بودن که کجا و چه اقدامی باید بکنن، مثلا اینکه حساب‌های عدیده‌ای داشتن، حساب به اسم مثلا پیرزن 70 ساله یا از این حساب‌ها استفاده می‌کردن، یعنی یه موقعیت انحصاری برای خودشون درست می‌کردن در خرید و فروش بازار سکه بدون اینکه ردپای انحصار نشون بده، چون در اقتصاد شما اگه بازار رقابتی باشه با خرید و فروش‌ها همدیگر کنسل اوت می‌کنن
و بنابراین بازار یه حالت تعادلی پیدا میکنه. ولی اگه شما یه نیروی داشته که پشت صحنه اینا رو همه رو با هم هماهنگ میکنه در خرید و فروش ها رو، شما میتونید یه موقعیت انحصاری برای خودتون درست کنید، قیمت ها رو به طور تصنعی بالا ببرید، وقتی بالا رفت بفروشید، دوباره فردا از نو همین پروسه. خب این چیزی هست که البته خیلی جاها باز راجبش صحبت شده آقای شله‌سدی، این که اینها علاوه بر همه این توصیفاتی که شما کردید که محتمل هست وجود داشته، یک امکان دیگه هم داشتن، اونی که دسترسی داشتن به بخشنامه‌های مالی پیش از اینکه بقیه اونها رو ببینن، بنابراین این هم میتونسته یک موقعیت بالادستی باز به این گروه بده. اما بحث دیگه که باز از کل صحبت‌های شما آقایون و خانم امین مطرح میشه اینه که آیا شفافیت واقعا میتونست به کمک دولت ایران بیاد برای کنترل این وضع و به جای اعدام افراد با تصویب مثلا قوانینی مثل همین FATF که الان ماه هاست که دولت و مجلس درگیرش هستن این مشکل حل بشه؟ آقای شله‌سدی ببینید، من فکر میکنم که مشکل اصلی این آدم ها یا این سلاطین اقتصادی نیستن، مشکل اصلی بستر فسادخیزیه که ایران اقتصادش داره و تا زمانی که این بستر این چنین فسادخیز هست، شما هر کسی رو بگیرید اعدام بکنید نفر بعدی میاد، یعنی این نمیتونیم ما جلوش رو بگیریم. وقتی یک نظام در واقع پادشاهی اقتصادی ایجاد میکنیم، خب این پادشاه اقتصادی، این سلطان اقتصادی میمیره، خب سلطان بعدی بلند میشه. برای همین هست ما از آقای خداداد بعد به آقای زنجانی میرسیم، به آقای جزائری میرسیم، به آقای مظلومین میرسیم، یعنی هر کدوم از اینها رو ما حذف بکنیم از اقتصاد ایران، یک سلطان جدیدی میاد و مشکل اقتصاد ایران در واقع اون بستری هست که در واقع ما تورمش رو باید بریم از ننه جون آقای کروبی بپرسیم تا نهایتا فسادش رو مجبور بشیم از خاله خانم آقای مظلومین سراغ بگیریم. و این اون بستری هست که اجازه میده به این افراد این کارها رو انجام بدن. و همچنین من فکر میکنم فساد فلعز رو در واقع اون کسانی انجام میدن که بالا دست این افراد همین بستر رو ایجاد میکنن و به اینها در واقع اختیار میدن، اجازه میدن، امکانات میدن، سرویس میدن تا اینا بتونن در واقع از این امتیازاتی که دارن استفاده بکنن و بر بازار تاثیر بذارن. اینکه آقای قاسمی مثلا خودش میاد میگه که هر روز همه چشمشون به من بود تا من لفظ بدم تا اینکه قیمت تعیین بشه، خب ما چرا در چطور اقتصادی میتونیم داشته باشیم که یک نفر به تنهایی بتونه مثلا نبض بازار رو دستش بگیره و اینکه بخواد قیمت رو صبح تا صبح تعیین بکنه؟ این به خاطر اینکه در واقع نهادهای دولتی که باید نظارت بکنن اونها نظارت نمیکنن و نهادهایی که باید ساختار اقتصادی سالم رو در واقع ایجاد بکنن اونها هم ساختار اقتصادی رو سالم ایجاد نمیکنن و اجازه میدن که این اعمال انجام بشه و صورت بگیره. ولی آقای شله‌سدی شما راجع به ساختار اقتصادی سالم صحبت می‌کنید که ما می‌دونیم که ساختار اقتصادی ایران مشکلات عدیده‌ای از این نظر داره. فساد مسئله اصلی هست در بازار ایران. اما بحث دیگه این هست که به هر حال یک سری قوانین مبارزه با پولشویی در داخل ایران وجود داره. آیا اون قوانین نمیتونن این مشکلات رو حل بکنن یا اونها نادیده گرفته میشن؟ مسلماً چرا، میتونه تاثیر بسیار زیادی داشته باشه. این برآشفتگی اقتصاد میتونه در واقع قایم کنه این فعالیت هایی که این افراد انجام میدن. مخصوصا یکی از در واقع اتهام اصلی این افراد که میشه متصور شد پولشویی هستش، که خب ما طبیعتا دیدیم که هنوز قوانین مقابله با پولشویی در ایران تصویب نشده و آقای ظریف هم تازگی اذعان کردن که خب در ایران پولشویی به صورت گسترده انجام میشه و این دقیقا همون تعریف پولشویی هست که یک نفر بتونه یک فعالیت اقتصادی رو داشته باشه با حساب بانکی خاله و عمه و دایی و این که بخواد از نظام مالی و نظام بانکی و نظام مالیاتی فرار بکنه و هیچ کس نتونه به اینها نظارت بکنه و اراده ای نباشه که نظارت بکنن. چون که نهایتا اگر که اون اراده وجود داشته باشه، حتی در چارچوب نظام اقتصادی و بانکی امروز ایران هم میشد باز نظارت کرد. مثلا اینه که خب اون نظارت و اون اراده وجود نداره، وگرنه خب پیرزن 70 ساله ای که میلیاردها تومان در روز جابجا میکنه، خب یک جایی نظام بانکی بعد برمیگشت خب این داره چه فعالیتی انجام میده که حتی در قالب شرکت یا چیزی هم نیست یا با این در واقع شرایط مشکوک هست. و نهایتا هم وقتی که حکومت اراده این رو پیدا کرد که مقابله بکنه، دیدیم که به صورت هم اینا شناسایی شدن، شناسایی بودن، در واقع فقط اعلام شدن و باشون برخورد شد. مسئله اصلی اینه که این هست که در این مدت طولانی که اینها این کارو میکردن چرا باشون برخورد نشد، وقتی که خب حالا ما الان همچنان
با مشکلات تحریم گریبانگیرمون شد و در واقع اقتصاد به یک وضعیت بحرانی رسید، نهایتاً حاکمیت به این نتیجه رسید که ما باید با یک تعدادی برخورد بکنیم که در واقع بخوایم شرایط رو عادی بکنیم و آروم بکنیم. یعنی مسئله اینجاست، خب این آدم‌ها سال‌ها و سال‌هاست که دارن کار میکنن و خیلی راحت اونطور که در این دوره شناسایی شدن قبلا هم شناخته شده بودن. خانم علی شما می‌خواستین چیزی بگید؟ من فکر می‌کنم که یه نکته توی صحبت آقای شعل سعدی است که من باهاش مشکل دارم، اینکه اراده وجود نداره. اگه اراده وجود داشت در دولت، بعد ما قوانینی داریم که جلوی اینو بگیرن و قوانینی داریم که اینو، نه اینجوری نیست. بنیاد مستضعفان، بیت رهبری، بنیاد شهیدین از همه از دادن مالیات محرومن. کسی حق نظارت و کنترل رو اونا نداره. ما با قوانین شفافی تو ایران روبرو نیستیم که بتونه وضعیت اقتصادی رو سر و سامون بده. یک، دو، دائم گفته میشه پیرزن 70 ساله. معذرت میخوام آقای پیرمرد 83 ساله رهبری این نظام به عهده گرفته. واژه پیرزن 70 ساله ای که استفاده میشه برای من آزاردهنده است که گویا که یک زن 70 ساله نمیتونه فعالیت اقتصادی داشته باشه. بس از اون تیم 40 نفری یکیشون یک زن 70 ساله بوده، بقیه شون همه مردان و زنان جوونی بودن که آقازاده و خانومزاده ها هستن و دارن تو این مملکت فعالیت اقتصادی غیر قانونی میکنن. این اعدام مثل اعدام های مواد مخدر که ایشون هم اشاره کردن، اینها در واقع حکم های پیشگیرانه برای یک جور نیستن. جرم اصلی ما داریم میبینیم تمام کسایی که رو میشن به عنوان مفسدان اقتصادی دستبوسان بیت رهبری هستن، کسایی هستن که توی اون مراسم نشستن، با اینها سینه زدن، با اینها گریه کردن، با اینها قانون تصویب کردن و اون موقعی که لازم نیست، لازمه که جامعه در واقع دوباره اعتمادش رو به این سیستم به دست بیاره، به لحاظ سیاسی این اعدام ضروری شده. یک نکته کوچیکی هم اینجا اشاره بکنم که علاوه بر این مسئله، به نظر من اعدام کسی با 250 هزار سکه سلطان سکه در واقع میخواد یه سیگنال به جامعه بده، بگه وقتی ما اینو میبریم اینجوری جلوی تلویزیون، فیلمش هم میگیریم که از ماشین پیاده میشه تا لحظه‌ای که به تناب دار به گردنش بندازیم برای شما پخش میکنیم، یعنی یک فاجعه به نظر من از لحاظ فرهنگی و اخلاقی، میگه که شما کف خیابونی‌ها رو که به راحتی دیگه میتونید بگیریم و به هر جرمی اعدام. در واقع یک سیگنال سیاسی و ایجاد جو رعب و وحشت هم به نظر من به دنبال این اعدام ها باید دنبالش کرد. یه نکته‌ای که هست، من در دو تا مهمان گرامیتون، من با هر دو مشکل دارم. مسئله اراده گرایی هست در اقتصاد ایران. ما بحران فساد اقتصادی که در ایران داریم مسئله 200 ساله‌ای ماست. شما در دوران شاه هم نگاه کنید، بنیاد پهلوی همین نقشی رو که الان بنیادهایی که خانم امیر اشاره کردن، بنیاد پهلوی ایفا میکرد. اصلا رئیس بانک مرکزی رو بلافاصله بعد از انقلاب با همین اتهامات اعدام کردن. آقای ابتهاج یکی از بزرگترین رئیس سازمان برنامه رو وقتی باش مخالفت سیاسی پیدا کردن به اسم فساد اقتصادی مجبور شد از ایران فرار کنه. بنابراین فساد اقتصادی یه عنوانی بود که چون افراد اون مرز بین فعالیت‌های قانونی و غیر قانونی مشخص نیست در ایران، به خاطر اینکه اصلا کل قانون تعریف، حاکمیت قانون تعریف شده نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مشروعیت کل سیستم تعریف پذیرفته شده نیست، بنابراین کل قانون زیر سواله، بنابراین مرزها نامشخصه و افراد وقتی در مثلا آقای کرباسچی هم مصداق دیگه بود، ایشون مثلا فعالیت‌های جهادی می‌کردن برای شهرداری که مشکل حل کنن، ولی خب اون مرزهای بوروکراتیک قانونی رو کنار می‌زدن. بعدن وقتی که تعارض‌های سیاسی پیدا شد، همین بروز ابزاری استفاده شد، براش پرونده‌سازی شد. بنابراین این مسئله برمیگرده به همون بحثی که آقای سعدی هم مطرح میکنن، اینکه بنیان‌های اقتصاد ایران، بسترهای اقتصاد ایران، مسئله اصلا سیاسی هم نیست، من نگاه غیر سیاسی دارم. بحث 200 ساله است، یعنی فارغ از سیاست، فارغ از اینکه آقای خامنه‌ای هست یا شاه هست، ما این بحران رو داشتیم و خواهیم داشت. و اینکه چه باید کرد؟ بله. الان صحبت این هستش که بحث فساد یا بحث شفافیت مالی بحث جدی هست، اینکه آقا ما اگر که بتونیم یه سری لوایح رو تصفیه بکنیم شاید اینها بتونه کمک بکنه به جلوگیری از پولشویی، اما میبینیم باش چه برخوردها و چه مخالفت‌هایی میشه. فکر میکنید که پس آیا این مملکت تا ابد با این وضعیت نمیتونه این رو درست کنه؟ دو تا مسئله است. یکی بحث مسائل بنیادینه که شما اینجا فرصت نداشتید در موردش. بحث مسائل در کوتاه مدت، در کوتاه مدت مسئله پولشویی، مسئله اراده سیستم اصلا نیست، چون سیستم الان دچار یه تناقضه. خودش به صورت یک
یک عنصر ناخواسته در نظم بین‌المللی، چون ایران نظم بین‌المللی قبول نداره، بهش نفت میفروشه و کالا وارد میکنه، ولی کل این نظم رو زیر سوال میبره. خب پس بنابراین در بحران در تحریم ها هم خودش نشون داده. بنابراین خود کل اقتصاد ایران شده مثل آقای مظلومین در کل سیستم اقتصاد جهانی، باید از طریق پولشویی و زد و بندها و حساب های غیر قانونی و پشت پرده بتونه ارز رو وارد کشور بکنه. و از این جهت بخاطر حساسیت اصولگراها که نمیخوان این قانون رو تصفیه کنن، بخاطر همینه که هم بخاطر کمک هایی که به حزب الله و دیگران داده میشه، هم بخاطر اینکه این ارزها و سایر مبادله باید از طرق غیر قانونی در سطح اقتصاد جهانی صورت بگیره. در درون کشور هم پس یعنی شما اگه پولشویی رو هم تصویب و هم بکنید باید اجرا بشه. شما نگاه کنید رابطه سیستم بانکی ایران از فرق سر تا نوک پا فاسده. شما یک کافیه که اینجا گفته شده، کافیه که یه مدیر بانک رو ببینید، با هم بشینید با هم صحبت کنید، بخت درصدی از این پولی رو که عایدات خودتون رو باشون ایشون برای شما با مدارک جعلی انتا حساب باز میکنه. بنابراین شما میتونید رد پاتون رو انتا حساب گم بکنید. خب کاری که بخشی از کاری بود که بله، بنابراین شما سیستم های نظارتی نداری. چرا نداری؟ دوباره همین بحث پیش میاد که ما مثلا آقای توکلی اشاره کردن به که دیدبان هستن. خب ایشون وابسته به یک جناح خاص تلقی میشن. بنابراین همیشه میتونن جناح دیگه اینا رو متهم کنه که حرفایی که شما میزنی حرفای جناحیه. بله. خب پس بنابراین این بحث درگیری های جناحی هیچ وقت باعث میشه که شما نتونید شفافیت اقتصادی داشته باشید. بله. معلوم نیست که کی راست میگه کی دروغ میگه. من فقط خیلی کوتاه میخوام برگردم به آقای شعله سعدی. آقای شعله سعدی، به هر حال بحث نظام مالی یه بحثی است که ایران قرار نیست اختراعش بکنه، میتونه کپی کنه از یک جای دیگه و مثلا یه کشوری که داره سیستم و نظام مالیش داره درست کار میکنه رو بیاره و اجرا بکنه. چرا این کار انجام نمیشه؟ چه حالا بگذاریم از که به هر حال یه عده منافعی دارن و اجازه نمیدن که خیلی از این قوانین مثلا اجرا بشه در ایران، ولی آیا برای ایران اصلا ممکن هست که بتونه از زیر بار این فساد سالیان خارج بشه با اجرای چیزای بین المللی؟ ببینید، من به نظرم کاملا ممکن هست که ایران این فساد رو بتونه باش مقابله خوبی انجام بده. دو تا فاکتور بسیار مهم هست. یکی مهمترین فاکتورش در واقع اراده هست که خب من کاملا اعتقاد دارم ایران همچنان اون اراده لازم رو نداره، و بعد از اینکه اراده واقعا وجود داشت ابزار هست. ما ابزارهایی رو همین الان هم داریم. این ابزارها کامل نیستن، من کاملا متوجه هستم و قبول دارم این رو، و به هر حال لازم نیست که حتما هم کپی بشن. ما بخش زیادیش رو داریم و با ادپت کردن اینها میتونیم در واقع با نظام بین المللی بانکی تطبیق بدیم اینها رو و هماهنگ بکنیم و اون ابزارها رو ایجاد بکنیم. و خب قوانین هم در واقع روی دیگه اون ابزارها هستن که باید حمایت بکنن، چه قوانین در واقع بازدارنده و قضایی، چه قوانینی که در واقع در ساختار نظام بانکی ایران رو تعریف میکنن. متشکرم آقای شعله سعدی و آقای گوهردانی، ممنونم از شما. خانم امین با ما باقی میمونن برای بخش دوم برنامه. خبرهای زد و نقیزی درباره اعدام شماری از بازداشتی‌ها بعد از حوادث اهواز می‌رسد، در حالی که بعضی از خانواده‌ها خبر می‌دهند که خبر اعدام آنها را دریافت کردند. مسئولان استانی خبرها را تکذیب می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل حالا درباره سرنوشت صدها عرب ایرانی که در زندان هستند ابراز نگرانی کرده. کسانی که این سازمان می‌گوید بعد از حوادث اهواز بازداشت شدند. برای این بخش سه مهمان داریم. هادی بنی ترفی خبرنگار از اهواز با ماست، علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو همراه ماست، و شادی امین هم کماکان در استودیو هستن از فعالان حقوق بشر. آقای بنی ترفی، من میخوام اول از شما بپرسم، شما در اهواز هستید، ممکنه کمی به ما بگید که اونجا اوضاع واقعا چگونه هست؟ صحبت صدها بازداشتی میشه، شما اونجا چنین چیزی رو میشنوید؟ به هر حال اگر صدها نفر در شهری به اندازه اهواز بازداشت شده باشن، باید واکنش ها و تأثیر گسترده ای داشته باشه. با سلام، خیلی ممنون که این وقت در اختیار من گذاشتین. من اجازه میخوام قبل از هر صحبتی در مورد وضعیت فعلی اهواز اعلام کنم که به عنوان یه عرب خوزستانی حمله تروریستی قتل هموطنامو محکوم میکنم و میگم مردم عرب خوزستان تجزیه طلب نیستن و هیچ عملیات تروریستی رو حمایت و تایید نمیکنن.
متاسفانه هدف کلی نظام طی سالهای گذشته که هیچ کدوم از مسئولان ردی بالا و پایین نظام نمیتونن خودشون از اون مبرا کنن، سیاست های تبعیض‌آمیزی میز سیستماتیک و تغییر ساختار هدفمند و قومی مناطق عرب نشین خوزستان بوده که به اشکال مختلف از جمله مصادره زمین های کشاورزی، اسکان دست جمعی غیر بومیان در مناطق عرب نشین، کوچاندن اجباری مردم از مناطق عرب نشین یا تخریب منازل آنان در مناطقی که بیش از چند قرن سرزمین اونا بوده و در اون زندگی میکردن. تغییر اسامی شهرها و روستاها و اماکن دارای نامهای عربی، تبعیض در فراهم کردن امکانات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تبعیض در آموزش به زبان مادری و استخدام افراد عرب و کمبود امکانات اولیه رفاهی که حق هر شهروندیه و سالها در این راستا با هر گونه حرکت مدنی پیشرو توسط مردم عرب خوزستان برخورد امنیتی شده. سیاست های تبعیض‌آمیز هدفمند نظام در مقابل مردم عرب خوزستان با وجود سرمایه عظیمی که در خوزستان وجود داره، مردم نجیب عرب خوزستان رو ناراضی و عصبانی کرده. الان وضعیت چطور است؟ به هر حال اتفاق افتاده در اهواز، حمله صورت گرفته. در حد سه خط. بله. من این توضیحاتم رو کامل کنم بعد درباره اونم صحبت کنم. تنها دستاورد این همه ثروت خدادادی یه چرخه فقریه که همه مسئولین نظام در اون مقصرند. تأکید میکنم اراده حاکم بر مردم عرب خوزستان دستیابی به حقوق قانونی خودشون از طریق فعالیت‌های مدنی و پیشروست و انتصاب به هر گونه حملات تروریستی با اونها هدفی جز سرکوب اعتراضات به حقشون رو دنبال نمیکنه. اعتراض و فعالیت‌هایی که جز رسوندن صدای محرومیت و مشکلات مردم عرب به مسئولان نداره. در مورد وضعیت اهواز به شما بگم که با توجه به شواهدی که وجود داره و تحقیقات میدانی که ما انجام دادیم، بیش از 600 نفر بازداشت شدن. روند دستگیری ها همچنان ادامه داره. اینهایی که بازداشت شدن چه کسانی هستند؟ چه می کردن؟ ببینید اکثر آنها یا قبلا در اعتراضات دیما دستگیر شدن و یا از فعالان مدنی حتی فرهنگی بودند. در حالی که همه می دونیم که معترضین دیما هیچ کدوم افراد سیاسی یا تروریست نبودن. اما به صرف عرب بودن فعالیت های مدنی مجددا بازداشت شدن. در حال حاضر تمام این افراد هم در اختیار دستگاه امنیتی هستند و هیچ اطلاع رسمی از محل نگهداری سلامتی اونا وجود نداره. ولی در مورد افرادی که از سوی اداره اطلاعات ظاهراً برگه‌هایی دال بر فوتشون به خانواده های اونا تحویل داده شده، با صحبت هایی که دیروز با منابع مختلف محلی داشتم، از جمله ارتباطاتی که با وکلا و اداره زندان ها و مردم محلی داشتن، متاسفانه کشته شدن 4 نفر رو تایید میکنن که اینا یا تحت شکنجه تو بازداشتگاه های اطلاعات سیستم امنیتی کشته شدن یا اعدام شدن، که با توجه به مدت زمان کوتاه دستگیری تا اعدام قطعا بدون محاکمه عادلانه و حق برخورداری از وکیل بوده و فرصت اعتراض یا تجدید نظر خواهی را نداشتن و روال قانونی عادلانه ای طی نشده. بله، خیلی متشکرم آقای بنتوفی، با ما باشید، ما به شما برمیگردیم. ولی خانم امین، از طرف دیگه دیدیم که بیانیه هم از طرف عفو بین الملل صادر شده، اونها هم میگن که نگران صدها نفری هستند که عفو بین الملل میگه بازداشت شدن بعد از حوادث اهواز. چه اطلاعاتی داره عفو بین الملل؟ عفو بین الملل چه میگه؟ اجازه میخوام قبل از اینکه در مورد این بیانیه و اصولا موضع خود ما به عنوان عدالت برای ایران تو این رابطه صحبت کنم، بگم که به نظر من اولا واژه تجزیه طلبی رو بذاریم کنار. واژه‌ای است که جمهوری اسلامی استفاده میکنه برای سرکوب فعالان حقوق قومی یا ملی. جدایی طلبی جرم نیست، میتونه کسی خواهان جدایی از یک بخشی از یک کشور باشه و بایستی توی یک رفراندوم یا یک روند صلح‌آمیز، همون چیزی که در اسپانیا میبینیم، در ایرلند میبینیم، در جاهای دیگه، هیچ جای دنیا به خاطر جدا شدن از جایی شما رو محکوم به اعدام نمیکنن. در مورد این رو اول بذاریم توی بحث اون که همیشه در رابطه با فعالین در واقع حوزه های مرزی مثل کردستان، بلوچستان و همینطور عرب های اهوازی، این مسئله دائم برای افکار عمومی ایرانی طرح میشه. حس ناسیونالیسم همه ای ما دوست نداریم که ایران داغون بشه، نمیدونم تجزیه بشه و غیره، اما جدایی طلبی یک امر سیاسیه که در چارچوب یک کشور میتونه بحث بشه، رفراندوم بشه و انجام بشه. این رو به نظرم مهمه که تذکر داد. نکته بعدی در رابطه با این دستگیری ها در اهواز اینه که اولا ما نمیدونیم چه کسانی حمله کردن. فقط نیست، در کل استان درسته.
ما در تو حمله اهواز نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. ادارت بر ایران بلا فاصله پس از این حمله بیانیه ای صادر کرد، نامه ای به گزارشگر ویژه حفظ حقوق بشر و حفظ آزادی های اساسی در هنگام مبارزه با تروریسم ارسال کرد. این گزارشگر ویژه سازمان ملل موظف هست که نظارت بکنه که اگر جایی یک اتفاق تروریستی میفته، مثل 11 سپتامبر در آمریکا، مثل همین حمله در اهواز که ازش به عنوان حمله تروریستی عنوان میشه، ما اطلاع نداریم. ما عنوان کردیم که میبایستی نهادهای مستقل به این قضیه رسیدگی بکنن. جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست در این خبر دادن ها. سال 76 هم حرم امام رضا رو در مشهد منفجر کردن، گفتن مجاهدین، بعدن معلوم شد که نبوده، خودشون این کار کردن. اینه که به نظر میاد که این حمله دستاویزی شده برای سرکوب گسترده در واقع فعالین این حوزه توی این منطقه و برای دیگران در واقع توجیه گذاشتن. یعنی شما توی اصفهان، شیراز، تهران حساسیت دیگه نشون نمیدیم. میگه اگه اینا مسلحایی بودن که 24 نفر رو با کودک و زن و غیره و غیر نظامی رو کشتن، خب اشکال نداره، بذار جمع جورشون کنن، ما به امنیت برگردیم. واقعیت اینه که معلوم نیست کسانی که دستگیر میشن به چه دلیل. ما توی یکی از فیلم‌های این دستگیری‌ها می‌بینیم که یک پسر 12 ساله رو دارن هول میدن و میندازن تو ماشین. به شدیدترین شکلی داره این کار بدون هیچ گونه رعایت هیچ گونه ضوابط دادرسی اینها محکوم میشن. شایعه یا خبر اعدام 22 نفر که پیروز پخش شد بسیار نگران کننده است. به همین دلیل که امنیستی تا به حال، سازمان عفو بین الملل، دو اطلاعیه پشت سر هم داده حول این مسئله و ابراز نگرانی کرده. به نظر ما هم این دستگیری‌های گسترده باعث نگرانی از سرنوشت اوناست. آقای نامور حقیقی، اگر ایران قصدش این هستش که با برخورد با کسانی که فکر می‌کنه که دست داشتن در این قضیه جلوی تکرار این حوادث رو بگیره، چرا درست در موردش اطلاع رسانی نمی‌کنه؟ چرا انقدر اخبار زد و نقیض می‌شنویم؟ ببینید، کلا جمهوری اسلامی یک سیاست پلتفرم درستی برای اینکه در حوزه‌هایی که واگرایی وجود داره نسبت به حکومت مرکزی اونها رو جذب ساختار سیاسی بکنه نداره. حالا جاهایی که واگرایی مذهبی، قومی، زبانی هست، حالا در مورد خوزستان خب واگرایی مذهبی وجود نداره، عرب‌ها اونجا شیعه هستن و سنی نیستن، بنابراین چسبندگیشون به نظام بیشتر هست. در این مورد سیاست مشخص وجود نداره. در دوره آقای خاتمی با باز شدن فضا در حوزه سیاسی، بخشی از این روند مشارکت افزایش پیدا کرد. در شوراهای شهر اعراب تقریبا در خیلی شهرها اکثریت شوراها رو در دست گرفتن و روندی شد که اونها وارد اون پروسه سیاسی مشارکت و مدیریت منطقه‌ای بشن که خب میتونه در کاهش تنش‌ها مؤثر باشه. ولی متاسفانه از دوره آقای احمدی‌نژاد بعد این پروسه متوقف شد و خب طبیعتاً موقعی که به پروسه سیاسی مشارکت کاهش پیدا کنه، این روش منجر به قطبی شدن فضا، سرکوب میره و در اون بر هم خانم شادی درست می‌فرمان، خانم امین درست می‌فرمان، ولی در این حال نباید فراموش کرد که گرایشاتی که این موضوع رو با روش مسلحانه میخوان دنبال کنن، در قطعا در هیچ کشوری تحمل نخواهد شد. در بریتانیا هم تحمل نکردن. بنابراین حالا حداقل یک مورد جنبش الهوازیه در موارد اقدامات خشونت طلبانه هیچ وقت محکوم نکرده و در این مورد اخیر هم نمایندهشون رسما تایید کرد و حاضر نشد که امر را محکوم کنه. بنابراین بخشی از جریاناتی که این اقدامات رو انجام میدن و تشویق به خشونت میکنن، اونها در پولاریزه کردن فضا موثرن و در حقیقت سیستم جمهوری اسلامی که در حوزه های مرکزی هم به هر حال سیستم دموکراتیکی نیست، طبیعتا در این حوزه های مرزی با در حقیقت سیاست سرکوب و مخالفت و برخورد جدی رو انجام میده و طبیعتا هم در حوزه عمومی خیلی با مخالفت مواجه نخواهد شد. متوجه هستم آقای نامور حقیقی، ولی سوال من این بود که اگر که قصد جمهوری اسلامی از این برخوردها اقدام این پیشگیرانه هست که جلوی تکرار حوادث این چنینی رو بگیره، چرا درست در موردش اطلاع رسانی نمی‌کنه؟ این که الان در مورد 22 نفر گفته میشه اینا اعدام شدن، 4 خانواده میگن که ما نامه‌هایی دریافت کردیم که فرزندانمون اعدام شدن، اما مثلا فرماندار، استاندار میان میگن که نه، اینها خبرها کذب محض است. برای چیه؟ چرا یک شفافیتی در خبررسانی ندارن؟ بله، این نوع سیاست ها در فضایی که امکانات رسانه‌ای وجود داره
رسانه جمعی وجود داره، اینترنت وجود داره، کمکی نمیکنه به سیستم. در نتیجه سعی میکنن که این رو با قطع‌رسانی چکی و روش هایی که علنا مسئولیت امر رو به عهده نگیرن انجام بدن، چون از جنبه حقوقی و فضا بین‌المللی هم به نفع جمهوری اسلامی نیست. و تعجب در فضای فعلی که ایران درگیر با مسائل مربوط به آمریکا، این نوع اقدامات در مجموع منافع ملی ایران رو، منافع اقتصادی ایران و امنیت ملی ایران رو به خطر می‌اندازه. خب به نظر میاد یه تناقضی وجود داره در این صحبت‌ها و همینطور در عملکرد جمهوری اسلامی. اگر بر اساس این صحبت‌های شما اون رو در نظر بگیریم، جمهوری اسلامی همین دیروز در مورد کشتن و اعدام دو نفر که فعال اقتصادی بودن خیلی خبررسانی گسترده کرده. از اون طرف در مورد کسانی که میگه اینها متهم هستند به اینکه دست داشتن در این اقدام حمله در اهواز که میگن حمله تروریستی بوده، در مورد اون چیز نکرده، اطلاع رسانی دقیق نکرده. به نظر شما متناقض نمیاد؟ چرا؟ ببینید، چون مسئله اهواز، چون خانم امین گفتن معلوم نیست که کی انجام داده. به هر حال داعش مسئولیتش انجام داده، ویدیوشو منتشر کرده. جمهوری اسلامی باید مشخص کنه که چه کسانی گروه های مسلحی هستند که اونجا تشکیل میدن. این روند کمک میکنه به افکار عمومی. در این حال بدون باز کردن فضای مشارکتی در حوزه سیاست، بدون سرمایه گذاری اقتصادی در این مناطق، چون به هر حال اونجا مناطقی است که بزرگترین ثروت ایران از اونجا ناشی میشه، قطعا هر سیاستی برای محدودسازی یا سرکوب شکست خواهد خورد. تنها سیاستی که میتونه موفق باشه اینه که اونها رو در پروسه سیاسی مشارکت بدن، روندی که با دوره آقای خاتمی آغاز شد، و در این حال بخشی از سرمایه هایی که از اونجا ایجاد میشه برای همون منطقه خرج کنه. متاسفانه در این دو روش اقدام نکردن. این نوع روش های اطلاع رسانی که در استانها خیلی هم معیوب هست، در مجموع به ضد خودش مبدل میشه و عده زیادی رو در همین مناطق ناراضی میکنه و به پتانسیلی میتونه به سمت جریانات قطبی و خشونت طلب جذب کنه. آقای بیان طرفی، ما در مورد شهری صحبت میکنیم که خودش به هر حال قربانی این حمله بوده، عده‌ای از اهالی شهر کشته شدن در حمله‌ای که اتفاق افتاده. واکنش ها در شهر چی هست به اون در واقع واکنشی که از طرف جمهوری اسلامی میبینیم، از طرف نهادهای قضایی و انتظامی میبینیم در برخورد با فعالان؟ ببینید، مسئله همونطوری که عرض کردم خدمت شما، مسئله جدا کردن مردم از و مردم عرب خوزستان از رفتار به قول معروف از حملات تروریستی. مردم واقعا حقیقت همونه که چون که این کار رو برای خود این کار رو تایید نمی کنن، هیچ واکنش خاصی هم نسبت بهش نشون نمیدن. یعنی این که بعضا هم پیش اومده که به فرض مثال حتی روشون رو برگردوندن از این قضیه به اصطلاح به قول معروف، و واکنش خاصی نسبت به این دستگیری ها نشون نمیدن. همین دستگیری ها اگر به فرض مثال در یک رویداد مدنی بود یا یک اتفاق مدنی یا مسائل اعتراض نسبت به مسائل معیشتی بود، مطمئناً واکنش های خیلی شدیدتری داشته. ولی من به اعتقاد من یه نکته اینجا هست که بگم قبل از اینکه فراموش بکنم. ببینید، مسئولیت این قضیه رو داعش پذیرفته و ایران طی سه مرحله گفته که ابتدا هم توی دمشق محل فرماندهی این قضیه رو زده، طراح اصلی عملیات رو تو عراق کشته، و جدیداً هم باز با موشک‌های دوربرد تونسته گفته که مدعی شده که مواضع و محل تجمع این افراد رو زده. پس بازداشت این فعالان مدنی، این همه جمعیت چه پیامی داره، چه نتیجه‌ای میشه گرفت ازش، غیر از اینکه داره سرکوب می‌کنه فعالان دیگر رو؟ و من فکر می‌کنم این قضیه واقعا مردم اهواز دچار یک سردرگمی شدن الان و همشون مبهوت موندن و هیچ کی جرأت حرف زدن نداره. چرا؟ چه به قول معروف با کوچکترین اعتراضی که چه مرتبط چه غیر مرتبط اینا رو بازداشت میکنن. صحیح. و به قول معروف الان همه به قول اصطلاح عامه گاردشون رو بستن، یعنی همه خودشون رو مخفی کردن، یعنی اینکه صداشون در نمیاد که مبادا به قول معروف گرفتار این قضایا بشن. جو ترس و نگرانی حاکمه تو. آخر من شما سوال هاست که در عدالت برای ایران در مورد حقوق و در واقع اقدامات عرب ها در منطقه خوزستان دارید کار میکنید. ممکنین کمی در مورد موقعیت و در واقع اون چه که اونها میخوان، اون چه که باعث شده که برخوردها اینقدر جدی بشه باهاشون صحبت بکنید؟
من سر چند کلید واژه تو این بحث مهمه برام که تاکید بکنم. یکی این که وقتی از برخورد جدی با گروه های مسلح که مسلحانه خواسته هاشون رو میخوان پیش ببرن حرف میزنیم، جدی رو با کشت و کشتار و دستگیری های بیرویه و اعدام و غیره یکی میکنیم. نه، جدی برای من اینه که هر دستگیر شده ای، هر مخالفی، حتی اگر مسلح باشه، حق دفاع از خودش رو داشته باشه، دادگاه منصفانه ای براش تشکیل شه، حق ملاقات داشته باشه، دستگیریش اطلاع داده بشه به خانواده و در این حال شفاف در مطبوعات و غیره موضوع مطرح بشه، مردم بدونن چرا کی محاکمه شده و این جرمش چقدر اثبات شده. یک مسئله اینه که ما فاقد این روند هستیم برای تمام دستگیر شدن. دوم این که وقتی عنوان میشه که مشکلات قومی و ملی این منطقه، برگردم به سوال شما، دائم گفته میشه از دوره آقای خاتمی یک روند رشد مشارکت مردم اینجا. نه، در دوره آقای خاتمی بود که اون بیانیه معروفی که بعداً انکارش کردن، نامه‌ای که از وزارت کشور منتشر شد، خیلی هم انکار شد این نامه، ولی به طور واقعی کدوم نامه؟ در نامه‌ای که منتشر شد برای تغییر ترکیب قومی منطقه، در واقع آوردن کسان دیگه. شما اگه دقت بکنید شرکت نفت بسیاری از مسئولین اصلیش، مهندسینش، کارشناسانش، تقریبا 90% غیر بومی هستن، غیر عرب هستن. ولی اینکه تازه نیست، از زمان تشکیل شرکت نفت نخیر افزایش پیدا کرده و تازه ما با یه در واقع دولتی طرفیم که خیلی ادعای مستضعفی و مردمی بودن میکنه و انتظارات ویژه‌ای رو ایجاد میکنه و میبینیم که اما در پس از جنگ ایران و عراق نه تنها بازسازی این مناطق صورت نگرفته، بلکه کوچکترین حرکت این در واقع فعالین حوزه‌های مختلف سرکوب شده، آب آشامیدنی در بسیاری از مناطق نیست، امکان تحصیل برای بچه‌های خود این منطقه که رو نفت دارن زندگی میکنن بسیار مهم. آقای نامور حقیقی گفتن که بخشی از اون درآمد باید خرج خودشون بشه. کی اینو تعیین میکنه؟ چه نظارتی از خود اون مردم حقشون از این نفتی که روشن چیه؟ هوا نداره اهواز، آب نداره، بسیاری مشکلات زیست محیطی داره، در این حال ثروتش دائم داره برداشته میشه، میره دست آقای مظلومی، میره دست بیت علی خامنه‌ای و غیره. این اونجاییست که خشم این ملت رو در واقع برمی انگیزه که ما داریم توی کشوری زندگی میکنیم ولی از حقوق خودمون برخوردار نیستیم. این اون چیزیست که اتفاقا تشدید میکنه اون نگرانی که دیگران تحت عنوان اون نگرانی دارن این سرکوب و صورت میدن، نگرانی ماست در واقع، نگرانی که فکر میکنیم با این روند اتفاقا قطبی شدن این تضادها رو دامن میزنه. یعنی در واقع جمهوری اسلامی به محض اینکه شما بگین من حقوقمو میخوام، حداقلی رو هم که دارین ازتون سلب میکنه، باید به این روند اعتراض بشه. به نظر من در منطقه در واقع اهواز و تمام شهرهای استان خوزستان ما با یک بحران جدی سرکوب تمام فعالین و کشتاری که ممکنه در آینده نزدیک پیش بیاد، همینطور که آقای بنی ترفی گفتن، ببینید جمهوری اسلامی تونسته این گفتمان رو جا بندازه که ما داریم کسایی رو میگیریم که با داعش همکاری کردن. اینا روز اول اومدن گفتن این داعش نبوده، اینا تجزیه طلبان مسلح عرب هستن خودی بله. و در واقع برای مردم بعد دیدن که گفتن اصلا داعش تو پاشو نتونسته تو ایران بذاره، بعد اومدن گفتن داعش بوده، چون وقتی داعش مسئولیت رو قبول کرد بله، بعد گفتن اون ویدیو رو بله. پخش کردن که داعش مسئولیت رو قبول. اگر داعش مسئولیت رو قبول کرده، شما در واقع اینو باید شفاف برای ببین، برای من روشن نیست من خواهیم کدوم نهاد نظارتی رو من در واقع میخواستم شما یه مقدار روشن‌تر به ما بگید که الان بحثی که آقای بنی ترفی مطرح میکنن، میگن یه بخش عمده، شما هم اشاره کردید، مسئله خواسته های مدنی هست. جمهوری اسلامی میگه نه، اینها جدایی طلب هستن. من میخوام بگم جدایی طلبی بین این کسانی که اونجا فعالیت میکنن چقدر جدی هست؟ چون در بخشی از ایران هست، واقعا در عربهای خوزستان هم هست. بیبرو برگرد ببینید، در یه سری اعدام های حدود 7-8 سال گذشته که توی اهواز صورت گرفت، توی کلا خوزستان، تو مناطقی که عربهای اهوازی زندگی میکنن، اینها فعالین الاحرار بودن، یه تشکل فرهنگیه. اینها رو تحت شکنجه خیلی شدید با آوردن جلوی تلویزیون، ازشون اقرارهای ویدیویی گرفتن که نقش دارن در ترور، در منفجر کردن چاهای نفت و غیره، در صورتی که همه ما میدونیم، از سابقه اینا میدونیم، از گزارشاتی که اومده میدونیم و غیر شفاف بود، تمام صورت اینا داغونه. وقتی اومدن تو تلویزیون دندوناشون
شکسته. وقتی شما این مجموعه در واقع روند رو نگاه میکنین، میتونین تصور بکنین تو دوره‌ای که هنوز یک همچین درگیری مسلحانه ای نشده بود، آدم‌ها رو که فعالیت فرهنگی میکردن، زبان عربی تدریس میکردن، جشن میذاشتن و غیره، اینها رو براشون مجازات اعدام در نظر گرفتن. امروز همونطور که گفتن متاسفانه مردم رو بی‌تفاوت کردن، مردم باور کردن که دستگیر شدگان مسلح هستن و خطر محسوب میشن. من از همان باید علیه این باور مبارزه کرد و خانه دادگاه منصفانه برای تمام دستگیر شده داشت. و آقای نامحقیقی، فکر میکنید که در حال حاضر در جمهوری اسلامی این بحث اراده امروز خیلی مطرح شد، اراده ای هست برای اینکه چنین کاری رو انجام بده؟ ببینید، دو تا گرایش در جمهوری اسلامی وجود داشته که در دوره آقای خاتمی این دیدگاه کلید خورد که چطوری ما میتونیم به توسعه سیاسی و امنیت ملی در حوزه‌های قومی دست پیدا کنیم. اون بخشایی که معتقد به روند مشارکتی هستند، چند تا معیار رو معتقدن بایستی جمهوری اسلامی انجام بده. بخشش همون آغاز روند افزایش مشارکت این جریانات در حوزه اداره هست که اگه دقت کرده باشید در دوره خاتمی سعی کردن در انتصاب فرمانداری ها مقامات محلی از نیروهای محلی استفاده کنن. در مقایسه با گذشته، خانم امین همیشه به هر حال چون فعال حقوق بشر همه چیز رو در حالت کاملش در نظر میگیرن، درسته اون چیزا به عنوان ایدئال، ولی همه روندهای سیاسی در همه جای دنیا با همین قدم‌های کوچک رفته جلو. یکیش این بوده که سعی کنن این موضوع رو انجام بدن. دوم با انتخابات شوراها در دوره آقای خاتمی کمک کرد که آیا نامحقیقی الان چطور؟ به هر حال دوره آقای خاتمی خیلی چیزا برگشت بعد در دوره آقای امنی. بله، ببینید چند تا موضوع باعث شده که فضا بدتر بشه. یکیش سطح چالش ایران با جریانات بین‌المللی، تهدیداتی که دولت آمریکا ترامپ هست و سیاست‌هایی که اونها میخوان از جریانات قومی علیه تضعیف سیستم اجرا. خیلی کم وقت داریم، اگه بتونین جمع‌بندی کنین سعی ممنون میشم. دوم اینکه بخشی از دولت‌های خارجی به هر حال سرمایه‌گذاری می‌کنن تو جریاناتی که زمینه‌های واگیرایی دارن، حالا چه دولت‌های عربی چه کشورهای دیگه، و اسناد ویکی‌لیکس هم مشخصاً جزئیاتش اومده. و سوم اینکه جریانی که در داخل معتقد راه حل برخورد با پنجه آهنینه. این سه تا معیاری است که دست به دست هم داده و به جای اینکه مشکل رو حل کنن در حقیقت به واگیراهی در زمینه کمک میکنن تا موضوع حل بشه. تنها راه حل حل موضوع هم که گفتم افزایش مشارکت سیاسی، استفاده از نیروهای محلی و سرمایه‌گذاری اقتصادی در این محله است که بتونن زمین و همچنین تنیسیدهای خارجی با کشورهای عربی که اونم کمک میکنه که اون یارگیری و سرمایه‌گذاری که اونا میخوان روی این جریانات بکنن کم رنگ بشه. بسیار خوب، ممنونم از شما آقای نامحقیقی، خانم امین اینجا و آقای بنی ترفی در اهواز. و از شما هم متشکرم که با صفحه 2 همراه ما بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت ماست bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم ببینید، لینکش در توییتر منتشر میشه @bbcpersian نشانه توییتری ما هست. در فیسبوک هم برنامه رو میتونید پیدا کنید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب و روزتون خوش. We'll be right back.